و طبق نظر ویلدورانت در تاریخ تمدن، با وجود اینکه بین امام صادق و ویلدورانت 1400 سال فاصله هست، در این حال هر دو یک مطلب فرمودند. امام صادق از طریق وحی، ویلدورانت از طریق تجربه اصل، انجیل اصل، زبور اصل. از این نظر ما مجبوریم اون بخش از تورات که تحریف نشده، از کجا میدانیم تحریف نشده؟ مطابق قرآنه. ما از منظر قرآن به کتابهای آسمانی نگاه میکنیم، میبینیم این قسمت از تورات در قرآن هست، مثل سوره یوسف. آدم اهل کجاست؟ این مهمه. جغرافیا در ادیان ابراهیمی نظر نقش خاصی داره. حضرت آدم از گل کنار خلیج فارسی که در حین خلقت حضرت آدم تا عراق، چون ما یهودیان دارای 28 پیغمبریم، پس خداوند ما را انتخاب کرده، ما نژاد برتریم. این هم قرآن مسلمی. یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، در حالی ندایش جهانی بود اما برنامه فعلی جهانی نداشت، حتی یک سرباز نداشت. نبوت رسید به حضرت موسی که بین اینها هم انبیا بودن، اما انبیای صاحب شریعت منظور ماست. حضرت موسی نبوتش قطعا فقط برای اقوام خودش به نام بنی اسرائیل. اسلام دست نخورده، جوهره اسلام را باید از پیغمبر گرفت و قرآن.